حوزه غرب کشور از زمان شروع رسمی پروسه ثبت‌نام‌های رایندگان شاهد اکثر چالش‌های امنیتی بوده است. ربودن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، حمله به مراکز ثبت‌نام رایندگان و تهدید مردم از سوی طالبان سرخط خبرهای رسانه‌های حوزه غرب بوده است. ربودن سه کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و دو پلیس در حومه شهر فیروزکوه غور، حمله طالبان به مرکز ثبت‌نام رایندگان در منطقه باغبانان ولایت بادغیس و تهدید مردم فرا به قطع دست در صورت اشتراک در روند ثبت‌نام رایندگان از سوی طالبان از مهمترین چالش های صدرای پروسه ثبت‌نام رایندگان در حوزه غرب کشور می باشد. ولایت بادغیس با پایان هفته نخست روند ثبت‌نام رایندگان شاهد حمله طالبان به یک مرکز ثبت‌نام بود. این حمله زمانی آغاز شد که هنوز کسی برای ثبت‌نام در این مرکز حاضر نشده بود و تنها سربازانی که وظیفه تامین امنیت این مرکز را به عهده داشتند در این مرکز مستقر بودند. مسئولان محلی در این ولایت میگویند که در این حمله طالبان یک سرباز پلیس کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. یادسه در منطقه باغبانا اونجا یک مرکز ثبت نام داریم، تمام مردم اونجا بیان رای به کارت رایدهی رخص بکنن. متاسفانه امروز صبح طالبا با استفاده از فرصت در هنگام صبح تقریبا 5 راکت در بالای پست امنیتی زدن، در بالای مرکز ثبت نام زدن. بسیار سیزو یک راکت ثابت میکند، بعد رفتی مکتب که در هنگام بیرون شدن یکی از سربازای ما با اونجا شهید میشه متاسفانه. با این حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس میگوید که در شهر قلعه‌نو 20 مرکز ثبت نام رایندگان وجود دارد که 4 مرکز به دلایل تهدیدات بلند امنیتی در این ولایت مسدود است. وی میگوید به دلیل حملات طالبان و ایجاد وحشت در بین مردم در 10 روز گذشته کمتر مردم این ولایت به مرکز ثبت نام رایندگان در شهر قلعه‌نو حاضر شدند. مشکلات وجود میاره از ناحیه فضای کاری برای کارمندان ثبت نام، مخصوص برای قشر اوناست که ما متاثر بشیم، ولی کوشش ما ایست که با مقامات محلی بیشتر سعی و کوشش را به خرج بدن که بتوانند تدابیر شدید بگیرند. آنگونه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس میگوید از روز آغاز ثبت نام رایندگان در این ولایت 2609 نفر در 16 مرکز ثبت نام رایندگان در این ولایت ثبت نام کردند. با این حال تنها ولایت بادغیس در حوزه غرب نیست که شاهد مسدود شدن مراکز رایدی است، بلکه ولایت فرا نیز در سریال مسدود شدن مراکز رایدی جای خود را داشته است. تا آنجا که با گفته مسئولان محلی در ولایت فرا بیشتر از 20 مرکز ثبت نام رایندگان در این ولایت مسدود است. په دې د فرا په ولایت کې 40 مرکزونه لري په مجموع کې موږ چې د اوس لپاره 50 مرکز فعال دي عملا کار کوي موږ او 15 مرکز نور چې دي هغه نظر په امنیتي مشکلاتو تر اوسه تړلي پاتې شوي چې له منځ دي او تر راتلونکي تر دې چې پروګرام ختمیږي وکولای شو د دا 15 تړلو مرکزو څخه نور هم فعاله کړو. په مجموع کې دا پروګرام په دوه اړخو بیش در این حال ولایت غور نیز هفته نخست آغاز روند ثبت نام رایندگان را با یک سری چالش آغاز کرد. گروه طالبان سه کارمند و دو پلیس را که وظیفه تامین امنیت یکی از مراکز ثبت نام رایندگان را به عهده داشتند با خود به جای نامعلومی بردند و تمامی مواد انتخاباتی آن را نیز به آتش کشیدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بعدها از رهایی این افراد با پدرمیانی بزرگان و متنفذان قومی خبر داد. بله، روزی گذشته که تعداد 3 تن از پرسنل کمیسیون انتخابات به همراه 2 تن از افراد امنیتیشان توسط طالبان ربوده شده تا هنوز از سرنوشت اونها معلوماتی در دست نیست. اداره محلی در زمینه تپ و تلاشههایی دارد که اونها را به شکل درست صحیح نجات بدن. با علما مستفیدا و متنفذین آن مناطق ارتباطات برقرار شده. اونها وظیفه سپاده شده که تا طلبه ها نشسته های انجام بدن و زمینه را مساعد بسنن که اونها را آشان. طبق آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات غور از آغاز روند ثبت نام رایندگان تا حال 2500 تن در این ولایت ثبت نام کردند که از این میان 1950 تنشان مردان و 550 تن دیگرشان را زنان تشکیل می دهند. با این حال ولایت هرات در میان حوزه غرب کشور هفته نسبتا خوبی را پشت سر گذاشت و کمتر با چالش های امنیتی روبرو بوده است. آمار ارائه شده در ولایت هرات نشان می دهد که مردم این ولایت نسبت به جمعیت آن کمتر از برای ثبت نام حضور یافتند.
طبق آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و اداره محلی هرات تا اول ثور 13,000 تن از شهروندان هرات در 52 مرکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت ثبت نام کردند. با این حال آگاهان امور مهمترین دلیل اشتراک اندک مردم در این روند را عدم آگاهی یک کمیسیون مستقل انتخابات می دانند.